با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، از سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه های دیدنی کشورمون آشنا میشیم. این بار سفر کردیم به استان خراسان جنوبی و داریم جاذبه های این استان پهناور رو بهتون معرفی میکنیم. الان در شهر زیبای طبس هستیم. شهر طبس یک نگین سرسبزی در دل کویر هستش. فضاهای بسیار خوب و دیدنی داره و از تاریخ و تمدن هم کلی حرف برای گفتن. اما مثل همیشه نخستین برنامه معرفی شهر هست و هستیم در خدمت شهردار خوب شهر طبس. سلام علیکم، شما رو بینندگان همسفر میشنویم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیزمون در برنامه همسفر و شما دوست بزرگوار جناب آقای مقنی باشی عزیز. خواهش می‌کنم. آقای شهردار برامون میگین که اصلا طبس در کجا ایران قرار گرفته و مشخصات جغرافیاییش به چه شکلیه؟ خدمتتون عرض کنم، اگر من به صورت کوتاه معرفی شهرستان طبس داشته باشم، شهرستان طبس دارای 56,000 کیلومتر مربع در دل کویر قرار داره. پهناورترین و وسیع‌ترین شهرستان ایران، کشورمون ایران هست و بزرگترین و پهناورترین شهرستان خاورمیانه. بسیار عالی. و راهی که ما از اون عبور کردیم تا رسیدیم به اینجا کل کویر بود. راه مواصلاتی به چه شکلیه؟ چند راه مواصلاتی داره شهر طبس؟ راه مواصلاتی شهرستان طبس، الحمدلله ما همه راه‌های مواصلاتی بجز دریایی رو نداریم. درسته. زمینی هست، جاده‌های خوبی داریم و هوایی که فرودگاه ما یکی از فرودگاه‌های استاندارد کشور هست و همچنین اداره کل راه‌آهن شرق کشور در شهر طبس قرار داره. شهرستان طبس هستش. راه شوسته، راه آهن و راه هوایی. شهر طبس همونطور که جناب عالی هم فرمودید مثل یه نگین و بهشتی است در دل کویر. برخلاف اذهان و تصوراتی که در اذهان عمومی هست، شهر طبس دارای فضای سبز بسیار بالایی است. همونطور که میدونید به صورت باغشهر هست. جدای از باغشهر حدود 847,000 کیلومتر مربع فضای سبز داره که اگر با نسبت به جمعیت حساب کنیم، سرانه فضای سبز شهر برای شهروندان 24.9 متر مربع برای هر نفر شهروند داریم. خب وقتی شما از فضای سبز صحبت میکنیم، ما تو شهر کویری هستیم، تو دل کویر، اونم کویر لوت دیگه، از کرمان دیگه به سمت یزد اصلا کویر رو داریم میبینیم و هم آب از کجا تأمین میشه؟ ببین، همونطور که گفتید آب شهرستان طبس که علت به وجود آمدن این شهر هست، از چشمه های تعداد زیادی چشمه هست که از رشته کوههای شطوری در غرب شهر به همدیگه میپیوندد و در پشت سد نهرین جمع میشه و در به وسیله قناتی به طول 20 کیلومتر از سمت غرب طبق شیب زمین وارد شهر میشه. یعنی آب قنات داریم. آب قنات هست که بله بهش وارد باغ گلشن میشه و پس از آبیاری باغچه های باغ گلشن وارد شهر میشه و برای باغ‌ها، مزارع و فضای سبز شهر استفاده میشه.
چشمه‌ای که پشت سر من مشاهده می‌کنین چشمه جعفری هست، یکی از چشمه‌های تأمین کننده آب شرب طبس که همونطور که می‌بینین از داخل یه شکافی تقریباً به ارتفاع 5-6 متر میاد بیرون و در واقع یکی از چشمه‌های آب شیرین مهم در کوهستان شطوری هست و که به داخل دره رودخانه سردر می‌ریزه. این شکاف که در اثر فرسایش قائم همین چشمه ایجاد شده یکی از نشانه ها و در واقع دلایل زمین شناسی و تکتونیکی است که نشان دهنده فعالیت های زمین شناسی این منطقه و به عبارتی برپایی یا آپلیفت و برخاستگی کوهستان شطوری هست که چشمه به مرور زمان مسیر حرکت خودش رو فرسایش داده و این شکاف رو ایجاد کرده که تا فاصله 45 متر هم به داخل این رسوبات آبرفتی که می‌بینیم ادامه داره. گفتن از بینندگان طرابقرض برنامه همسفر هستن، ما رو که دیدن به هر حال به ما ملحق شدن و گفته میادیم. بعد اسکن شهر میوه های بهشتی نامیده میشه. خب ما رفتیم اونجا، اونجا رو معرفی کردیم. شهر میوه های مثل انجیر، مثل انگور، پسته، بعد انار، بله معروفه بعد اسکن. آقا موفق و معید باشیم. حتما مزاحمتون خواهیم شد. خواهش میکنم. خیلی ممنون از محبت شما. بازم برنامه ما رو ببینین حتما. حتما ان شاء الله. آقای دکتر توضیح بدین کجایی؟ بله، دیواره در ادامه مسیر رودخانه سردر بخش عمده دیواره ها از جنس رسوبات آبرفتی در واقع کواترنری هست که نیمه سخت شده هستند، بعضا تبدیل به سنگجوش یا کنگلومرا شدن که آثار فرسایشی بسیار زیاد و جالبی در دیواره ها دیده میشه، از جمله تنوره ها و دودکش های جن که در مسیر مشاهده کردیم که به علت ورود جریان آب از بالا و سست بودن این رسوبات ایجاد تنوره ها و دیواره های فرسایشی میکنه که به نام تنوره ها و بعضا اون ستون های منفرد جدا شدهش رو به نام دودکش های جن میشناسیم. همچنین اختلاف مقاومت سنگ ها در دیواره رودخونه و اختلاف فرسایش در مقابل عوامل فرسایشی موجب ایجاد طبقه بندی های در داخل در واقع این آبرفت ها میشه که اشکال و مناظر فرسایشی ریبایی رو ایجاد میکنه. درسته. اینجا آثاری از زندگی انسان ها بوده توی شهرستان یا نه؟ بله، اصلا این دره که مشهور به کال سردره در واقع میشه اینه که حامل یک فرهنگی است که جریان زندگی رو در طول صدها سال گذشته به شکلی به نمایش گذاشته. دیوارهای این دره سکونتگاه‌هایی وجود داره که قبلا هم صحبت شد که نشون دهنده اینه که زمانی افرادی با یک ایده و انگیزه مذهبی احتمال زیاد در این فضا زندگی فضاها زندگی می‌کردن. انصافا فضاهای رازآلود و بسیار جالب توجهی است که ما نمونه‌هایی از این رو در این دیوارها مشاهده میکنیم. البته توی دیوارهای کالیجنی هم همین دیوار هم دقیقاً
منطقه ای که الان درش قرار گرفتیم در ادامه رودخانه سردر هست و از اون دیواره های آبرفتی تمام شد و وارد دیواره های سنگی شدیم. منطقه ای که یه دره باریک کانیونی یا اصطلاحاً وی‌شکل هست، به خاطر این هست که فرسایش های جانبی تقریبا متوقف میشه به علت مقاومت بالای دیواره ها و در واقع بیشتر فرسایش قائم رودخونه جریان داره، به نام تنگه عباسی یا تنگ عباسی معروف هست. در این محل خب چشمه های متعدد آب گرمی دیده میشه که صدای در واقع ریزشش به داخل رودخونه صدای گوشنوازی رو در این دره باریک ایجاد میکنه. چشمه های آب گرم که بزرگترینش به نام چشمه آب گرم مرتضی علی یا اصطلاح طبسی ها به نام حمام مرتضی علی معروف هست، با توجه به کیفیت آب این چشمه که قابل آشامیدن هست، از نوع چشمه های آب گرمی است که منشأ آبش آبهای در واقع نزولات جوی است و آبهای سطحی است. از داخل درب شکاف های فراوان و گسل هایی که در داخل این کوه هست میره پایین و به علت گرادیان ژئوترمال یا شیب زمین دمایی بالایی که در این منطقه هست، یعنی مجاورتش با سنگ های آذرین و آتش نشانی گرم میشه و از طریق درب شکاف ها به داخل این دره و به سطح زمین میرسه. این نوع چشمه ها رو ما عمدتا چشمه های در واقع گسلی میشناسیم، به خاطر اینکه از داخل درب شکاف ها میاد. در مسیر حرکت این آب ها مقادیر زیادی از این سنگ های آهکی، به خاطر در واقع کربنات بودن سنگ های مسیرش، مقدار زیادی از کربنات کلسیم در این آب حل میشه و موقع رسیدن به سطح با توجه به خروج گاز CO2 ازش، اون در واقع کربنات کلسیم نامحلول به صورت تراورتن در دیواره های این دره رسوب میکنه که مناظر بسیار قشنگی رو ایجاد کرده و رشد جلبک ها و خزه ها بر روی این مناظر سبز رنگ و صحنه های سبز رنگ بسیار زیبایی رو ایجاد کرده، هرچند که آثاری از مالاکیت یا کربنات مس رو هم که در رنگ سبز هست ما میتونیم در اینجا ببینیم. جالبی که در اینجا قابل ذکر هست این هست که با توجه به فراوانی چشمه های آب گرمی که از دیواره سمت راست دره به داخل دره میریزه و جریان آب سردی که از بالا دست از در واقع محل قنات یا چشمه قنبر که یه اصلی ترین منبع تامین کننده آب این رودخونه دائمی هست میاد، تا بیاد این آب گرمی که از دیواره سمت راست وارد دره شده، وارد رودخونه شده، کامل مخلوط بشه با آبی که از بالا دست میاد، تا یه فواصل 10-20 متری یک طرف رودخونه آبهای گرم هست، یک طرف رودخونه آب سرد هست که در زمستون که میزان سرمای آب دمای آب داخل رودخونه پایین تر میاد، این اختلاف دما تا حدود 12 درجه هم اندازه گیری شده.
این صداهای عجیب غریب و گاهن خود ما هم میشنیدیم، به خصوص موقعی که باد به شدت میوزه و همونطور که آیه مهندس امنی هم اشاره کردن از روزنه این سوراخ‌هایی که لانه زنبوری معروف هستن و زیاد هم هستن اینجا، اون صدای وقوع و از زوزه باد رو قشنگ احساس میکنیم. ولی اینی که به هر حال گردشگر وقتی به یک شهر میاد مثل طبس و اون شهر رو کویری میدونه با آب و هوای خشک و حالا گرم و خوش در تابستان، سرد و خوش در زمستان، یه جورایی حس خوبی شاید بهش دست نده، بگه من اومدم طبس چی رو ببینم، کویر و خاک و اینا. ولی وقتی میای وارد همچین دره سرسبزی میشی، صدای آب رو میشنوی، باغ گلشن توی خود شهر رو میبینی، این فضاهایی هستن که اصلا نمیتونی ازش بگذری. و اصلا خودم به عنوان یک ایرانگرد کلی کیف کردم اومدم اینجا و از این فضا دارم این منظره رو میبینم، این سرسبزی روبرومون دارم میبینم، خیلی حالت خوبی داره. چقدر تبلیغ کردیم در اینجا، چقدر کالج نیو میشناسن. طبس در واقع میشه گفت که تا سالیان اخیر، تا چند سال اخیر ناشناخته بود برای خیلی از هموطنانمون. از سالهای اخیر یه تعداد زیادی گردشگر به سمت طبس هجوم آوردن که این خودش مایه برکت، طبسی ها مهمان نواز هم هستن و به شدت استقبال میکنن. به ویژه در ایام عید نوروز ما تقریبا تمام هتل ها و مهمان پذیرها پر میشه از مسافر، از ماها قبلش نوبت میگیرن اینها. بسیاری از مردم خانه های مسکونیشون رو در اختیارشون میذارن. تمامی مدارس شهر، حتی تا شاهای 40-50 کیلومتری روستاهایی که در اطراف شهر هست، مملو از مسافر میشه تو این ایام. هیئات مذهبی، مساجد، همه درها رو باز میکنن مسافرها بیان اونجا اسکان داشته باشن. و من مکرر برخورد کردم به مسافرانی که مثلا از سمت شمال، شمال شرق یعنی منطقه مشهد، به سمت اصفهان و مناطق جنوب و مرکزی کشور در حال حرکت بودن، طبس یه شب گفتن توقف کنیم تا خستگی در کنیم و اینها تمام مدت سفرشون رو موندن اینجا. بعد از دره پیمایی و فضای دیدنی کالج نیو میرسیم تو فاصله تقریبا 400-500 متری شروع دره کالج نیو. سیاه چادرهایی دیدم که فکر کردم اشاعره اینجا به هر حال هستن، بعد متوجه شدیم که بحث بومگردی هستش. خانم غلامزاده، خانم غلامزاده بلد. سلام علیکم، شما بینندگان هم سفر بشید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه زیبای همسفر بشید. امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. ممنونم. برامون بگین که عشایر اینجا زندگی میکنن؟ عشایر اینجا نه، ولی به فاصله 20 کیلومتری اینجا عشایر زندگی میکنن و در تقریبا میشه گفت اشقاباد طبس عشایر زیادی زندگی میکنن. و اصلا بحث عشایر اینجا آوردن، سیاه چادر اینجا آوردن، بیشتر بحث این بود که ما به اقلیم زیبای اینجا دست نزنیم و حالت زندگی عشایری رو مردم تجربه کنن در کنار کالج نیو. درسته، این خیلی خوبه که این اقامتگاه‌های بومگردی که احداث شده تو شهرهای مختلف ایران، بارها ما تو برنامه همسفر معرفیشون کردیم و براتون گفتیم و حتی به
پیشنهادی که میدی معمولا به بینندگانمون این هستش که حتما از اقامتگاه بومگردی استفاده کنن. حالا هتل‌های آنچنانی توی شهرهای بزرگ خب فضای خاص خودش رو میطلبه، اشکالی نداره، ولی تو شهرهای کوچک و آبادی‌ها و روستاها سعی کن از اقامتگاه بومی استفاده کنین، از غذاهای بومی و محلی اون منطقه به هر حال میل کنین و یه جورایی با ذائقه مردم اون سرزمین هم آشنا بشین. چند ساله که همچین اتفاقی افتاده؟ تقریبا میشه گفت سال دوم اینجا ما سعی کردیم غذاهای سنتی و بومی طبس رو تهیه کنیم برای مسافرها و گردشگرای عزیز. وسیله خواب همه چی مهیا شده که بتونن اینجا شبمانی داشته باشن و تقریبا میشه گفت تمام آخر هفته ها پر هست اینجا، چون مردم فضای متفاوت از فضای خونه زندگی و حتی اقامتگاه بومگردی رو اینجا تجربه میکنن و تقریبا میشه گفت به تنهایی این تصمیم نه خیر، ما با آقای ابراهیمی که 5 سال هست در زمینه گردشگری کار میکنیم شروع به این کار کردیم و تا الان خدا رو شکر عالی بوده. از برنامه هم سفر بهتون بگیم که به بومگردی ها هم به هر حال اهمیت بدین و از فضاهاش استفاده کنین، به ویژه اینکه از طبیعت بکر اون سرزمین استفاده شده باشه و از وسایلی که مردم عادی و عامی دارن ازش استفاده میکنن و به هر حال تو اون زندگی قرار دارن. همراه هم سفر ما باشین در سراسر ایران و از جاذبه های دیدنی کشورمون لذت ببرین. این بار در استان خراسان جنوبی سعی داریم که شهرهای زیبای این استان رو در برنامه همسفر بهتون معرفی کنیم. پس همراه و همسفر ما باشید.